درود دوستان عزیز، تا اونجای داستان خوندیم که گرگ از کلاه قرمزی، توی فارسی شنل قرمزی، پرسید که خونه مادر بزرگت کجاست. اونم گفتیم که کمی خل و چل بود و نفهمید که اون داره سرش کلاه میذاره و بهش گفت اخ نیشت مه وید فون هیا. اخ که حالا مثلا آها، نیشت مه یکی دیگه خیلی از اینجا دور نیست. نیشت مه وید، وید یعنی دور، از فون هیا، از اینجا. انتوارتت زی، جواب دادو. نو نوخ فقط این گوت فیرتل شتونده. ما توی فارسی میگیم یه تقریبا یه یروبی، توی آلمانی میگن این گوت، یه تقریبا اینجوری میشه این گوت فیرتل شتونده، میشه روب ساعت، یه روب. ویتا یعنی ادامه، دوش دن ولد، میگه که یک یه روب دیگه، یا بگیم ویتا رو بگیم دیگه، دوش دن ولد. گفتیم دوش که میگیم یعنی از میان جنگل، و منظور هست که از میون جنگل اگر بری یه روب دیگه میرسی اونجا. اونتر دن درای گروسن ایش بایمن. اونتر زیره، زیر چی؟ حالا درای گروسن، زیر اون سه تا ایش بایمن ها که میشه درخت بلوط. ایش میشه بلوط، باوم، بایمه میشه در واقع درخت های بلوط، که این اینه که اینجا گرفته جمع داتیو هست. داشتید ای هاوس، اونجا خونه اون شتهن کرده، یعنی اونجا قرار گرفته. خونه موقعی که این خونه هست، این سطح زمین باشه، این خونه شتهن میکنه، ایستاده، وایساده. گفتیم مثلا یه چیزی مثل یخچال اینجوری شتهن میکنه، ولی یه چیزی مثل فرش لیگن میکنه، درسته؟ این به عنوان اضافی گفتیم که بدونیم. اونتن زیند، اون زیر هستن دی نوس هکن. نوس در واقع مثلا گردو که میخرین، اون مغز گردو رو بهش میگن نوس اون گردو. مغز یک گیاهی، یک در واقع چیزایی مثل گردو و فندق و نارگیل و اینجور چیزها رو بهش میگن اون نوسشه. هکن، هکه، اینجوری هکه، این میشه پرچین. پرچین دیدین دور حیاطای آلمانی ها دیوار بلند نمیکشن، چیزای سبزی هست که گیاهایی که اینجوری تو هم میتنن به اونا میگن پرچین. نمیدونم حالا توی فکر کنم افغانستانی چیز دیگه بگن، توی ایران ما میگیم پرچین. حالا دوستان افغانستانی خیلی خوشحال میشن بدونم اگر فرق میکنه چیه. دی کنس تو بشتیمت، دی این اشاره داره به نوسهکه ها، کنس تو بشتیمت اونا، اونو میشناسی تو مسلما، درسته؟ این گفتین دختری کمی عقلش کم بود و همه اطلاعاتو داد به آقا گرگه. آقا گرگه هم گفت او یا، بله، پس چی؟ زکته ده ولف، گرگه گفت وکن دی نوس هکن نشت، کی اون نوس هکه ها رو نمیشناسه. ویغند ارده زکته، در حالی که اون این رو گفت، ویغند در حالی که او، آقا گرگه، او ده زکته اینو گفت، او بلکت ار، فکر کرد اون با خودش، دس یونگه زارت دینگ ایس این لکره بیسن. دس اشاره به اون دختره داره، زارت دینگ برای گرگا، همه ماها و گوشت و هرچی هست میشه دینگ دیگه، میشه چیز. میگه این چیز زارت میشه لذیذ و ظریف، و مثلا گوشت گوسفندی رو میگیم زارته در برابر گوشت گاو، نرمتره، تو دهن آب میشه، به اون میگن یک تارت هست. میگه که این چیز تارت جوون است این لکر بیسن، یک لقمه خوشمزه است. اینو من بالاش نوشتم بیس، که حالا یه چیزی رو توضیح بدم در موردش. بیس میشه نیش، موقعی که زنبور نیش میزنه میگن اون یک بیسن کرده، یا یک بیس زد به من، میشه نیش. ولی بیسن که میگیم، اگر کلمش رو بگیم با ب بزرگ بنویسیم میشه لقمه، اگر با ب کوچیک بنویسیم میشه فعل، یعنی
اینجوری گاز گرفتن، اینجوری همش کنی بکن تو دهنت، بهش میگن اونو بیسن کرده. حالا میگم نیش زدن برای مثلا زنبور، برای آدم هم که اینجوری یه لقمه چپش کنی میگن بیسنش کرد. زارت دینگه ایست این لکره بیسن دی کلاینه ویت آف یدن فال بسه شمکن الس دی آلته فراو. دی کلاینه میگه این کوچولوه، این خانم کوچولو، ویاد میرود میشود آف یدن فال، به هر حال و تحت هر شرایطی، بسه بهتر از، بهتر شمکن میکنه، بهتر در واقع طعم میده، الس از، الس چی؟ دی آلته فراو، اون پیرزنه، اون این دختره که جوون مسلمن خوشمزه تر از پیرزنه هست. Doch satt werde ich von dem kleinen leckeren Bissen nicht. Doch میگه که اینجا معنی اما میده. اما satt یعنی سیر، یعنی پاک کنم بهتره. اما سیر werden اینجا فعل آینده هست، یعنی شدن. من سیر ich فون از این قز این بگیم مثلا بیسن، میبینین بیسن لکه بیسن در واقع از این راست اینو بگم، این میبینین این علامت که اینجا گذاشته در واقع این کلمه تموم نشده، این خطر رو میذارن که یعنی اون ادامش پایینه. لکه بیسن میشه مثلا یه چیز خوشمزه، یه تیکه خوشمزه‌ای که شما میبینید مثلا یهو از پشت پنجره یه تیکه کیک رو میبینیم که دس ایس ابا این لکه بیسن، یه چیز خوشمزه و لذیذه، یه چیزی که گفتیم از از در واقع صفت لکه خوشمزه، بیسن لقمه، لقمه خوشمزه. پس میگه که من از این لقمه خوشمزه کوچولو سیر نمیشم. زات ویدن اینجا نیشت، نیشت زات ویدن یعنی سیر نمیشم، زات میشه سیر. ich muss من می باید اس اینو لیستش خیلی مکارانه بالا هم داشتیم ناخگین، معذرت میخوام انگین، انگین توی جنوب آلمان هست که البته فقط توی جنوب معنای حمله کردن که توی شمال ما میگیم اتاکیرن میده، معنیای مختلفی داره انگین، یکی از معنیاش حمله کردنه و اینجوری میگه من خیلی مکارانه باید حمله کنم. دمیت ایش تا اینجوری من بایده شنپن کن که من این دوتا رو بقاپم. شنپن یعنی هم غافلگیر کردن هم قاپیدن، ولی اینجا غافلگیر کردن بهتره. میگه که خیلی مکارانه باید پیش برم که هر دوشون رو غافلگیر کنم. اوکی دقیقا به همین شکل بود. خیلی خوب فکر کنم امشب هم دیگه خوب پیش رفتیم، امیدوارم چیزای زیادی یاد گرفته باشین. لایک و کامنت یادتون نره. بدرود تا فردا شب.